شاید نخوره. سلام بچه‌ها، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ امروز با یه سری از دوستای گل و کوهنوردم اومدیم درکه، حسابی خوش بگذرونیم. امیدوارم که شما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و حس این کوهنوردی و درکه گردی قشنگ رو بگیرید و لذت ببرید. بچه رو خوشگه هوا یک کمی خنک شد از صبح که خیلی گرم بود. بچه رودخونه رو کنیم ولی آبش خیلی کمه. بچه اینجا که میای داخل خود درکه انقدر فضاش واقعا آرامش بخشه، آدم از این هیاهو استرس خود شهر و نم ترافیک و شلوغی و اینا آدم واقعا به دور میشه. به خاطر واقعا حس آرامش میگیره اینجا. هاش این کافر میبینی چرا خوشگل و گوگولیه ورودیش چقدر نازه. آبانار مخصوص بازم بلال مخصوص. خب بذار قطع کنم این دختر پسرم شد نه
بچه تو کوه همه مهربونن، هر کی رد میشه میگه خسته نباشید. نمیدونن ما تازه سر ظهر اومدیم، از وقتی هم که اومدیم فقط داریم میخوریم. اینجوری که اون عوردی میکنیم بچه زرنگا داریم این کنار رو کنه بشیم. یه چی نداره پایینش را نداره. برگردیم بریم بالا بشیم. خیلی کاراتون قشنگه، دستتون درد نکنه، زنده باشید. بچه گربه رو نگاه کنی، منم که عشق گربه، الان میترسم از پله برم بالا. بچه این آقا رو دیدید، این دستمندار درست میکرد اینجا توی کوه، چقدر آدم خوب و مثبتی بود. من خودم یه فیلمی ازش از کارش گرفتم، چقدر دعای خوب کرد برامون. تو برای شما و فالوورهای عزیزت قشنگای من کوهنوردی و کوهنوردی ما، هر دو قدم میریم خوراکی میخوریم. البته الان اومدیم اینجا نشستیم کنار آب داریم ریلکس میکنیم. چی بود اسمش؟ مدیتیشن چی بود؟ مایندفولنس داریم الان میکنیم اینجا. گربه ها رو پر گربه است اینجا، شده شهر گربه ها. بچه های گروه تو من میاد میگه خسته نباشید و فلان اینه ها بکنم با نمت نفعی هستی نمیده ما خوابیدیم لنگ زحمتیم کن. بچه ها رودخونهاش همه خوش، یعنی من دیگه آخرین بار فکرم پارسال اومدم درکه، خیلی بهتر از این بود. دادم پارسال تا بستون اومده بودم، الان پاییز ببین چقدر همشون بی آب شده، خیلی افتضاحه. دفعه پیش اصلا میخواستی بری کنار آب بشینی، اینقدر آب بالا اومده بود که نمیشد بری. الان اینقدر خشکه یه جایی مثلا آب نداره، میتونی بری وسط رودخونه بشینی. جا میریم یه گربه میاد کنار رو میشینی. بابا میترسم من از گربه. بچه جا فطیر گردو با کشمش. دوباره حالا هر جا که ما میریم پر گربه. نه اینکه ما خیلی گربه دوستی، گربه دوست داریم ولی میترسیم. اولی خوشگله. رفتون برو این آمد اینجا دوست پیدا کردم. نگاه کنید منو دوستم، منو دوستم یه هایی جمعگیر شد.
چه حالا ایشی بامزه تعریف کنم. الان چند تا خانوم مدن رد شدن، رفتن، سنشون بالا بود، مثلا چیز بودن دیگه، ولی خیلی باحال، خوشتیب، مهربون، شیری، باحال و شاد و سرحال. بعد دیگه اینا مثلا بین 72 ساله تا 80 ساله بودن، بعد سرحال، یعنی از من و دوستام حسابی سرحالتر و قبراغتر بودن. رفته بودن کوه، برگشته بودن، فکر کنم اول صبح اومده بودن. بعد دیگه میگفتش که، گفتم راز این سرحالی و شاد کامی شما چیز انقدر زرنگی نه چی؟ میگفت ما هر هفته میایم کوه، انقدر میایم که بعد اینجا بهمون خوش میگذره، علت اینه که انقدر سرحالیم و فلان و اینا، به خاطر اینکه هر هفته میایم کوه قرار شده، گفت به هم قول دادیم تا 100 سالگی هم بیایم. شما حرف زدن دوستان شاکی شدن، میگن یه ذره تکون بخور، یا خوراکی میخوری یا غذا میخوری یا داری با موبایلت حرف فیلم میگیری، یه ذره بیا کوهنوردی، فکر کن دیگه اونا شاکی شدن. بچه ها رنگ برگو چقدر خوشگله، واقعا پاییز فصل خیلی قشنگیه. یه ذره رو رفتیم دوباره خسته شدیم، اینجا نشستید استراحت کنیم، یعنی کوهنوردی اینجوری، فقط کیف کنی، هی خوراکی بخوری، هی بشینی، هی کنار آب ریلکس کنی، نه از به خود فشار بیه خسته بشی. تازه الان که تو راه برگشت هستیم یه ذره هوا داره خنک میشه، از صبح انقدر گرم بود. گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب، اگه بادا سره زلفتو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خواب. گل گلدون من، ماه ایوون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم روت خونه دلم یه مرده. چون این دره رو چقدر قدیمیه، اینجا پر از این درهای قدیمی و ساختمونهای قدیمی و چیزای خرالاغای قدیمیه. خورمالو داره؟ خورمالو میفروشه؟ خورمالو، گردو، آبانو. ببین از اول واقعا که اومدیم این وقت خوراکی میخوری، یعنی پیکنیک اومدیم بیشتر به جای کوه، الان هم که بستنی، یعنی که آخری مرحله رو با بستنی داریم کوهنوردی رو تموم میکنیم. نمیدونم این کوهنوردی بود، این بچه ها چه کوهنوردیه؟ حالا برم میگن تو مقصری ها. عزیزای دلم این کوهگردی ما تموم شد، البته بیشتر پیکنیک بود تا کوهنوردی. بعد چیزه همین دیگه، بچه ها ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و از من حمایت کنید، شدیدم محتاج واچ تایمم. مرقب خواهیتون باشید، خدا نگهدار.